سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم به روز اول کمپمون خوش اومدید امروز قراره که در مورد اعداد گویا با هم دیگه صحبت بکنیم و نکات مهم این فصل رو بهتون آموزش بدم از روی کتاب یاپراک متروپول سه تا تست فکر میکنم هستش تو این سه تا تست داده پاسخاش هم عقب علامت زدم امروز با هم قراره اینا رو حل بکنیم توی این تستا قراره در مورد نکات مهم این فصل با هم دیگه صحبت بکنیم و ب... فرض اینه که این سوال ها رو بلد هستی، بلد نیستید میتونید درس ما رو توی همین کانال من ببینید و بریم با هم دیگه این فصل و این قسمت رو شروع بکنیم در انتها هم براتون یه فایل آماده کردم که در واقع تست های مهمه این قسمت از روی کتاب گالاتا رو واسه مشخص کردم حالا این رو دوباره براتون میذارم یا همین الان میتونید اسکرین بگیرین تکلیفتون رو بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید بعد میتونید برین رو با هم دیگه تستاشو بزنید سعی حتما با این نفر که خوب بلده رفع اشکال بکنید و بدون رفع اشکال برید جلو اگه هم فرصت داشتید همه تست کتاب گالاتا رو بزنید اما این برای اوناییه که میخوان جنبندی سریع داشته باشن یه جزوه دیگه هم هستش که من اگه بخوام معرفی کنم این جزوه هستش که به صورت جنبندی تو رو سوالات مهم اومده ری شده اگر که فرصت باقی بود من نمیخوام هر ویدیو بیشتر از سی یا چه دقیقه بشه حالا اگه سوالای یاپراک یا رو تونستیم زودتر تمام بکنیم حتما سراغ سری از سوال مهم این قسمت هم خواهیم رفتش ولی به عنوان تمرین اضافی بعد اینکه اون سوالای رو زدید اگه میخواید تمرین اضافی کنید از این کتابم میتونید استفاده بکنید که اینم داخل کانال تلگرام قرار میدم که لینکش زیر ویدیو ما توی قسمت دیسکریپشن موجود استش خب بدون اتفاق بخ بریم سراغ سوال اول کس را ساده ترین قسمت ریاضی تمل یا ریاضی پایه از مباحث آزمون یوز هستش به چه صورت میگه اگر مخرج یکسانی داشته باشن صورت ها رو با هم دیگه میتونیم این علامت هایی که بینشون موجود هست رو پیاده بکنیم علامت ها چیه؟ جمع و منهای دیگه چهار به علاوه پنج منهای دو میشه یعنی مخرج مشترک باشه صورت ها هستن که بار عملیاتی به دوش میکشن چهار و پنج منهای دو میشه هفت جواب هف هفت هفتم یا یک خواهد بودش پس ما دنبال اینیم که مخرج های یکسان رو توی سوالا پیدا بکنیم الان اینجا مخرج یکسان نداریم واسه مخرج مشترک گرفتن یادتون باشه یک کس رو اگه به صورت آب به باشه میتونیم هم صورت هم مخرجش رو توی عدد مشخص چه طبیعی چه غیر طبیعی زر کنیم هیچ تفاوتی نمیکنه پس الان من میخوام یه مخرج مشترک بگیرم میخوام این مخرجه رو و این مخرج رو یا این مخرج رو یکسان کنم معمولا میتونید سه تاشو تو هم دیگه ضرب بکنید تا این مخرج یکسان در بیاد اما اینجا رو نگاه بندازید دوازده یک ضریب مشترک برای سه و 4 هستش اینجا سه رو میتونیم توی 4 ضرب کنیم و 4 رو میتونیم توی سه ضربش بکنیم که تبدیل به دوازده بشه کس اول رو تو 4 ضرب کنی یادت نره اینجا به اشتباهی که زیاد اتفاق میفته صورت یادتون میره ضرب بکنید صورت ضرب کنیم میشه 4 12 ها توی دوم تو 3 ضرب صورت میشه 9 مخرج میشه 12 آخری هم که 12 12 حالا همه اینا رو با هم جمع کنیم 4 و 9 13 یه 12 هم میذاریم بغلش مخرج هم که 12 به دست میاد 12 و 3 12 و 13 البته قبلش اینجا رو دقت کنید 12 نیست که اینجا 5 اینجا 5 میشه 5 5 دواز... 13 و 5 میشه 18 جواب میشه 18 12 هم حالا دوباره به 6 تقسیم بکنیم سه دوم دو میشه یادتون نره که کسرا را درستی که میتونیم به یه عدد یکسان ضرب بکنیم به یه عدد یکسان هم میتونیم جفتش رو تقسیم بکنیم یعنی ها تقسیم بر اینجا هم به تقسیم بر کا خواهیم نوشت یعنی جواب اینجا سه دوم دو خواهد بود سوال سوم رو با هم بررسی کنیم یا کنید اولویت های ما به این صورت توان اول اول پرانتزه بعد توان و رادیکال بعد ضرب و تقسیم بعد جمع و تفریق الان اولویت اول من با پرانتز هست. اما چون همشون جمعه میتونم این پرانتز رو حذفش بکنم اینجا هم همشون در واقع داخل پرانتز این منفیه رو میتونم اثر بدم یعنی عبارت من تبدیل میشه به سیف دام به علاوه چار نوز علاوه دو پنجم منهای چار نوز اینا رو دارم اثر میدم منهای داون. حالا میریم دنبال اونایی که مخرج یکسان دارن یعنی این دو تا هم دیگر رو ساده میکنن این دو تا چهار نوزده هم هم, هم دیگه رو ساده میکنن چی باقی موند؟ دو پنجم باقی موند جواب گزینه دیه پس سوال چهار رو با هم دیگه بررسی کنیم اولویت گفتیم با پرانتز بعدش ضرب اینجا اولویت من با ضربمه توی ضرب توی کسرا صورت ها تو هم مخرج هم تو هم ضرب میشه یک در یک میشه یک این پایین دو در هفتم میشه چهارده یک چهارده منهای اینجا یه یه چهارده دیگه داریم و علاوه یک پنجم شده این یک چهارده و یک چهارده رو ساده کنیم یه دونه یک پنجم فقط باقی میمونه و این باز رفتیم دنبال مخرج های یک سان ناخداگاه تو این کس رو باید بری دنبال مخرج های یک سان حالا توی سوال بعدی دقت کنید اول با دو تا ضرب اینجا داریم ما این ضربا رو تکلیفش رو باید مشخص بکنیم نیازی نیست اینا رو تو هم ضرب بکنیم کاری که انجام میدیم اینه که اینا یک تاجی که میتونیم ساده میکنیم صورت ها مخرجا رو میشه با هم ساده کرد 5 با 25 ساده کنیم 5 میمونه یه پنج دیگه است که با 15 ساده کنیم 3 میمونه از عبارت اولام یه 17 تو صورت یه 3 تو مخرج باقی مونه منهای اینجا هم دو و چهار رو ساده میکنیم دو باقی میمونه اینجا دو سوم باقی موند که بعد به علاوه دو میشه این دو در واقع دو یکمه دو تا کسر دیگه من مخرجاش سه پس اینو کافیه توی یه دونه سه ضرب بکنم که تبدیل بشه یادت نره صورت هم باید ضرب کنی که بشه شیش سوم حالا همه مخرج یکی شد سه رو می‌نویسم. هیفده منهای دو به علاوه رو داریم دو 15 با 6 میشه بیسیه. شد 21 برابر دست سوال 6 رو با هم بررسی کنیم عبارت هایی که به این صورت تقسیم نوشته شده آبیوم تقسیم بر سی دیوم چیکار میکنی؟ این تقسیمه رو تبدیل به ضربش میکنی معکوسش میکنی مینویسی دی سیوم الان پس تبدیل میشه به نه نوزده ها زبده نوزده سوم نوزده رو با هم ساده میکنیم سه هم با ساده کنیم سه باقی میمونه منهای اینجا دو تقسیم بر یک نوم دیگه یعنی دو سوم این تقسیمه رو به ضرب تبدیل میکنیم ضرب در نوع یک کمیشه اونو هم ساده کنیم سه باقی میمونه چی شد جواب میدونه 3 سه از اون اول باقیمون منهای دو تا که شیش هستش سه منهای 6 منفیه سه به دست میاد سوال هفت خب به علاوه یه دوم یکه 3 ستا یعنی ستا بیشتر از چند تا کس داخلش یک به علاوه یه سه یکی به علاوه یه به علاوه یک اول تک تک هر پرانتز رو میان محاسبه میکنیم یکه به علاوه یه دوم عبارت که به این صورت آه به علاوه یه یا آ منهای بی سیوم. این آ رو میایم توی این مخرج ضرب میکنیم هر که این بغلش بود مثبت یا منفی و اثر میدیم با کسر میایم تلفیقش میکنیم یعنی نگاه کن یک دو تا دو تاست، است به علاوه یک میشه صورت پس سه شد اینا واسه همینه که صورت رو به دست بیاریم یعنی میشه آ مثبت منفیه آسی دیگه یعنی شد آر تو سی کنیم آسی مثبت منفی بی مخرج که همون سی به دست میاد پس اینجا یک دو تا دو تا به یک سه میشه در میاد سه دو تو بعدی یک به علاوه یک سوم یک تا سه تا به یک میشه چهار در میاد چهار یک چهار تا چهار به علاوه یک میشه پنج پنج چهار این همینجوری میره جلو یک در 21 21 به علاوه یک 22 دو دو میشه 22 21 دو 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 حالا اینا هم تو هم دیگه ضربش سه دوم دو داریم چهار سوم ضرب در پنج چهارم ضرب در همینجوری میره جلو 22 21 حالا نگاه کن این سه اول با سه بعدی میره این چهار اولی با چهار بعدی میره این پنج پس اتوماتیک با کسر بعد میره این 21 هم با قبلیش میره چون توی بین اینا موجوده دقت این 5 ای داره یه دونه یه دونه زیاد میشه چه پس قبل 22 21 بوده این پایینشه میگه کمتر از خودشه نگاه کنید چه سه دومه دو سه دونه یک بیشتره 4 سوم 4 دونه از 3 بیشتره اینجا پس یه دونه باید بیشتر از پایینش باشه که 20 میشه این 21 با هم ساده میشن به این ترتیب 22 میمونه یه دونه 2 میمونه پس جواب میشه 22 دوم که برابر 11 به دست میاد یعنی جواب گزینه C شده سوال 8 رو با هم دیگه بررسی میکنیم توجه نگاه کنید کسرای هممون مخرجش یکیه و همش برابر 4 اینا رو ادغام می کنیم توی صورت جمع یک تا 79 باقی میمونه یه فرمولی داریم میگیم اگه یک تا n بیاد با هم دیگه جمع بشه در میاد n ان در n به علاوه یک دوم دو اینجا پس جمع یک تا هفتاد و نو در میاد هفتاد و نو. توی هشتاد دوم چه دو, دو هشت تو ساده کنیم چل میشه حالا 4 این چل تو هفتاد من ضرب نمی کنم. این بالا مستقیم میام جاگذاری گذاری میکنم. میشه 40 توی هفتاد نو. تقسیم بر چهار اینجا چار و چل ساده کنیم ده باقی میمونه در توی هفتاد نو. میشه 790 سال نه ها حالا بیایم با هم بررسی کنیم الان نگاه کنید دو یه دوم داریم یک و یک چهارم داریم دقت کنید اینها در کنار همدیگه قرار گرفتن این یه پرانتز مخفی موجوده اینو مثلا نمیتونی بگی این منهای یک به علاوه یک چهارم همچی اشتباهی نکنید این دوتا به همدیگه چسبیده هستن این منهای رو جفتشون اثر میکنه حالا عبارت که به صورت آ بی سیوم داشته باشی اینجا یه به مخفی هست یعنی آه آبیسیوم یعنی مثلا سه و چار پنجم این همون سه به علاوه چار پنجومه. یعنی این بالا هم میتونم بیام چطوری بنویسم بنویسم دو به علاوه یه دوم منهای یک به علاوه یک چارم به علاوه سه هشتم هم میتونی به این صورت بنویسی مونتا کسره با هم دیگه ساده نمیشه پس بهتره که از همون اول این عبارت این عددی که اینجا قرار داره رو ببرید داخل کسره اینو چطوری میبریم مثل همون دوتا تا عبارت بالاتری آ به علاوه اینجا به توضیح دادم اینجا دقیقا از همین میایم استفاده میکنیم میایم الان گفتیم سه و چهار سوم این سه رو تو پنج ضرب میکنیم این وسط که به علاوه است به علاوه چهار میکنیم میشه صورت هم سه تو پنج 15 به علاوه چهار نوزده بس در میاد نوزده پنجم این بالا پس بیایم بریم با الان محاسبه شون بکنیم الان دو یه دوم داریم دو یه دوم چی در میاد دو دو تا 4 تا به علاوه یک میشه 5 پنج, پنج دو. منهای اینجا یک و یک چهارم داریم یک تو چهار چهار به علاوه صورتش که یکه میشه 5 4 به علاوه 3 شد حالا مخرج مشترکی که میتونیم بگیریم همه به 8 منتهی میشه یعنی اینو تو 4 اینم تو دو میتونیم ضرب کنیم تو 4 ضربش کنیم در میاد بیست هشتم. کسره کسر اول ما صورت و مخرج جفتش رو ضرب کردیم کسر دوم ما صورت و مخرج رو ضرب کنیم تو دو در میاد ده هشتم آخریش هم 3 8 هستش 8 شد مخرج مشترکم 20 منهای 10 به علاوه سه میشه 13 تا شد 13 هشتم سوال بعدی توی این سوال توی صورت من از عدد های 5 تا 6 و68 ضبط شده. توی مخررجم از 4 تا 6 و7 ضبر شده. حالا بر اینجا رو یک کم حوتونو جمع بکنین. بالایی این 5 با 5 قبلیش میره شیشه با شیشه قبلیش میره. اینجا هم نگاه کنین اینجا 5 6 7 و میره جلو 6 و 7 6 و68 دیگه. توی هر پایینش هم از چه شروع شده چه. 5 6 همینج میره جلو اینجا چیه آخری 67 یه دونه قبلش پس 66 الان باز ترتیب زدن یه ترتیبی واسه نظم واسه زدن هست اینا رو ساده بکنیم صورت اولی با بعدی صورت دومی با بعدی مخرج سومی با صورت مخ... سومی با مخرج بعدی اینجا 66 با صورت قبلی 67 هم با صورت قبلیش 68 چون قبلی. بعدش کسری وجود نداره ساده نمیشه 4 هم چون کسری قبلش موجود نیست ساده نمیشه هر مخرجی با صورت قبلیش میتونه ساده بشه اینجا چون صورت قبلی موجود نداره باقی میمونه این منطقی هم هست که میتونید استفاده کنید تا ببینید چی باقی میمونه پس 68 از صورت باقیمون یه 4 از مخرج اینا رو به هم ساده کنیم 17 میشه جواب من بریم سوال بعدی که سوال 11 است و با هم بررسی کنیم الان یک چهارم نه یک هشتم علاوه یک هشتم نه یک ششم اینجا خوشحال میشن میگن آ اینجا یک چهارم اینم یک هشتم مخرج مشترک رو هشت میتونیم بگیریم تو دو ضرب کنیم بشه دو هشتم که یک هشتم از اینجا باقی بمونه اما بچه‌ها دقت کنید اول به این عبارته نگاه بندازید این پرانتزا میتونه گمراه کننده باشه اینجا بینشون به علاوه این به و این تأثیری ندارن بود نبودش هیچ فرق نمی کنه. پس صورت من هست چهارم منهای یک هشتم و علاوه یک هشتم منهای یک شیشم مخرج من چیه؟ اینجا این منفیه فقط اثر میکنه تو پرانتزه در میاد دو پنجم و علاوه دو هفتم منهای دو هفتم و علاوه دو نهم الان چه اتفاقی افتاد؟ کسرایی که مخرج یکسان دارن رو ببین یک هشتم ها با هم دو هفتم ها با هم میره از تو صورت چیمون؟ یک چهارمه منهای یک شیشم از تو مخرج چیمون؟ دو به مخرج مشترک میگیریم مخرج مشترک اولیمو میتونیم باز تو هم ضربش کنیم اما نمیکنیم میگیم مخرج مشترک بین 4 و 6 12 جفتشون ضریب 12 هستن اولی تو 3 دومی تو 2 دو. ضرب کنیم میشه 3 12 منهای 2 12 تو پایینم باز نگاه بندازید الان کار دیگه نمیشه انجام داد چون ضریب مشترک ندارن بعد تو هم دیگه ضرب کنیم اینا به چه صورته اگه دو تا کسر رو نتونیم توی یه ضریب مشترک غیر ضربشون پیدا بکنیم کافیه این دو تا مخرج رو تو هم ضرب بکنیم بعد این مخرج اولی و تو صورت دومی و مخرج دومی رو تو صورت اولی ضربش کنیم به این صورت فقط قبل از اینکه این مخرج مشترکی اینجا سو بگیریم دقت این منفیه رو گفته بودیم برای جفتشونه اما اینجا باید مثبت گذاشتیم پس اینو تبدیل به منفیش میکنیم الان درست شد اینجا رو پس منفیش کنیم حالا مخرج مشترک میگیریم این وسط هم علامتش فرق نداره دیگه هم میتونه مثبت بشه هم منفی اینجا یعنی تبدیل به مثبت و منفی میشه پس از دو نه تا هیچ ده تا منهای پنی نه تا پنی دو تا ده تا این پایین هم ضرب پنی تو نوعی که چلو پنج پس بالایی میشه یک دوازده هم توی مخرج هم هیچ ده منهای ده هشت میشه هشت چلو پنج هم حالا دور در دور نزدیک در نزدیک در میاد چلو پنج به روی دوازده هشت اینجا رو به سه ساده کنم چهار میشه اینجا رو به سه ساده بکنم 15 میشه در میاد 15 به روی چهار در هشت سی و دو به دست میاد سوال دوازده خب سه به سه پنج اینو تو دو سه تا سوال قبلی راجبش حرف زدم میشه 3 تا 15 تا به سه میشه 18 تا چی در میاد پس میتونیم بنویسیم 18 پنج بعد بیایم منهای دوش بکنیم این دو مخرج یک داره تو 5 ضربش کنم میشه 10 که در میاد برابر 8 میشه این راه اوله راه بعدی چیه نگاه کنید وقتی دو تا کس به این صورت کنار هم دیگه قرار گرفتن من میتونم قسمت های سعی کس رو بیام از هم دیگه کم بکنم چون به حال اینجا سه به علاوه سه پنجم های دو دیگه پس این دو سه رو کم میکنم تبدیل میشه به یک و سه پنجم یعنی سه و دو رو کم بکنیم یکی این همون یک به علاوه سه پنجم دیگه اینجا پس مستقیم میتونم بنویسم یک و سه پنجم توی پایینم هم به همین صورت اعداد سعی رو کم میکنیم دو منهای یک یک میشه یک و دو پنجم پشتش هم که منهای سه قرار داره حالا این کسره رو بیا بررسی کنیم یک و سه پنجم میشه یک پنجتا تا 5 تا میشه هشتا یعنی سه منهای هشت پنجم توی مخرجم یک به دو پنجم یک پنجتا تا 5 تا به دو, پنج دو, دو هفته. میشه 7 پنجم چه اتفاقی افتاد دور در دور نزدیک در نزدیک در میاد سه منهای هشت ضرب در پنج تقسیم بر پنج ضرب در هفت پنج رو با هم ساده میکنیم میشه سه منهای 8 هفته حالا سه هفتا برابر 21 منهای 8 تقسیم بر 7 میشه چند تا در میاد 21 منهای 8 13 در میاد میشه 13 هفتم جواب گزینه آ شد پس سوال 13 ببینید توان منفی یک داره اولویت با چی بود پرانتز بود این دو تا رو می‌خواستیم کم بکنیم دو تو سه ضرب میشه میشه 6 یه سه میاد اینجا قرار میگیره یه دو اینجا قرار میگیره پس میشه 3 منهای 2 6 به توان منفی 1 پس شد یک شیشون به توان منفی یک معکوسش کنیم شیش به دست میاد جواب گزینه ای میشه یک کسری به توان منفی یک برسه معکوس میشه اینو فراموش نکنید جای صورت و مخرج عوض میشه بریم سراغ سوال بعدی نگاه کنید باز اینجا دلتون نگیره وای ایکس و اینطوری و اونطوریه. اول از همه یه مخرج سه داره وقتی مخرج سه داشته باشه من میگم همه این عبارت ها یعنی ایکس به ایکس یک ایکس تا x به علاوه 18 همشون داخل یک داخل صورت یک مخرجی به مقدار 3 قرار میگیرن حالا باید این عدد ها رو بیایم با هم دیگه جمع بکنیم حالا من عددا رو چطوری با هم جمع میکنم اول حساب میکنم ببینم چند تا پرانتزه با این عددام کار دارم ببین این x هم اسمش به علاوه 0 بذاریم میگم منهای 2 دارم منهای 1 دارم 0 دارم بعد 1 دارم 2 دارم تا 18 دار رفته از یک تا که تا عدده بشمار نوزده بیست بیست و یک. قبوله شد بیست و یکی عدده پس بیست و هم هستش کنار عدد یه x بود دیگه پس اینو می نویسم بیست x حالا بعد همه اینا رو با هم جمع بکنم دیگه میگم منهای دو منهای یک و صفر رو با هم بگیر اینجا یک تا درم با هم بگیر چون جمع یک تا در رو بهت گفتم عدد آخر توی عدد آخر به علاوه یک تقسیم بر دو میشه این رو با هم ساده کنیم میشه نه زب در, نوز در. نوز در رو تو نو زرب کنیم نه نه تا هشتاد و یکی نه یکی تا با هشت میشه هفته. شد صد و و پس الان بیست و یک علاوه صد و دو یک منهای چند میشه منهای یک منهای دو که منهای سه تا به دست میان تقسیم بر سه شده این چند در میاد؟ 21x بروی 172 که منعی سه میشه 168 هش... تقسیم بر 3 این برابر 175 شده باز دلت نگیده که قرار سه و تو 175 ضرب کنی نه به این صورت دقت کن جفتش به سه بخش بزیره من اینو رو میام تفکیک میکنم تفکیک یعنی چی؟ یعنی این من گفتم مخرج مشترک میگیرم آه به علاوه مثلا سی بی می نمیسم. این تفکیش یعنی چی؟ یعنی این مخرج هم برای آه هم برای سیه پس میتونم بنویسم آبیوم به علاوه سی بیوم. الان پس از تو بالای اینو میتونم بنویسم 21 x سوم به علاوه 168 سوم این برابر 175 شده 3 و 21 رو ساده کنیم 7 میشه 3 و 168 رو ساده کنیم 5 تا 15 تا میشه 6 تا 18 7 ایکس به علاوه 56 برابر 175 میشه 56 و 175 رو با هم ساده بکنیم چند به دست میاد اینجا 19 اینجا بذار حساب کنیم 175 منهای 56 بکنیم 56 9 به من میده چون 15 اینجا یس یک لازم نیست اینجا 7 6 داده به قبلی 6 منهای 5 یکی 119 میشه پس 7x برابر 119 استش الان حالا x رو بخوایم حساب کنیم 119 رو تقسیم بر 7 باید کنیم یه دونه اینجا قرار بدیم اینجا 49 میشه یه دونه 7 اینجا میذاریم اینجا 49 میشه برابر صفر پس جواب من برابر 17 گزینه آ سوال بسیار خوبیه در عین سادگی میتونه کاری کنه که نتونید سوال جواب بدید سوال بعدی هم جز سوال های مهمی هستش که میتونه اذیتتون بکنه نگاه کنید از داخلی ترین مخرج شروع میکنید چون هر کسری مثلا من اینجا می سه چارم این کسره به صورت مخفی پرانتزی اینجا داره اینجا هم پس نگاه کنید تو هر کس یه پرانتزی موجود استش این مثلا اینیه که مخرجش این پایینی است دیگه مخرجش یه پرانتزی موجوده یعنی پس اول باید داخل داخلی ترین مخرج داخلی ترین صورت رو حساب بکنیم چون پرانتز مخفی موجوده پس از کجا شروع میکنیم از این قسمت شروع میکنیم جمع یک با یه دوم یه دوتا دوتا به علاوه یک میشه سه دوم اینو خط بزن بنویس 3 دوم حالا باید سه به رو سه دوم دو حساب کنیم برای حساب کردن سه به رو سه دوم دو این مگه تقسیم نیست تو زن تواسط رو جمع کن این سه در واقع تقسیم بر سه دومه دو دیگه معکوسش کنی میشه سه زب در دو سه بوم. پس از همینجا مستقیم بیاین که از پایینی رو معکوس کن تو سه ضربش کن اینا با هم ساده میشه دو به دست میاد پس این تیکه کلش برابر دو شد جمع یک با دو با سم پنجه میشه دو منهای یک پنجم حالا دو در پنج و ده بنویس منهای یک صورت میشه 9 جواب میشه نه پنجم گزینه ایدی سوال 16 رو با هم دیگه بررسی کنیم. الان میگه 206 تقسیم بر 34 ضرب در آ شده به و آ به هم جزء زد مثبتن. زد مثبت چیا بود؟ یا کن زد عددای بز از n حتا شروع بکنیم. n عددایی هم که از صفر شروع میشن و دیگه طبیعی هم میگه یعنی صفر یک دو تا بی نهایت میره این توی ایران میگن از یک شروع میشن ولی اینجا بخوای از یک شروع بعد باید بگه اینه مثبت اینه مثبت که از یک شروع میشه زد چیه؟ زد خودش از منفی بی میاد تا صفر یک تا مثبت بی میره به تیکه منفی یک تا منفی بی میگن زد منفی به این تیکهش میگن زده مثبت اینجا هم که صفر موجود با این اوستا وقتی میگه عضو زد مثبت یعنی جفتشون عدد هایی هستن که یک به بعد خب این 206 به روی 34 رو بیایم تا جایی که میتونیم ساده بکنیم اولین چیزی که به چشم ما میاد که به دو ساده کنیم بالای به دو ساده کنیم 103 میشه پایین رو به دو ساده کنیم 17 میشه حالا نگاه کنیم ببینیم 103 و 17 به هم بخش پذیرن نیستن پس این عبارت ها می نویسم 103 به روی 17 ضرب در a برابر b شده خب a رو باید یه جوری انتخاب بکنم که مخرج من رو بیاد از بین ببره این a رو بخوام از بین ببره باید یه ضریبی از 17 باشه چون گفته مینیمم کوچکترین ضریب 17 که خود 17 رو می‌ذارم به a 17 میدم 17 با هم ساده میشن 203 به دست میاد پس a 17 203 میشه این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم 120 به دست میاد پس توی این سوال اولین کاری که میکنی تا جایی که میتونی کس رو با هم دیگه ساده میکنی خب تست شماره ده همون تمام شد بریم سراغ تست شماره دوازده این به این تست که نیست اونقدر اهمیت نداره یعنی درگیده این نشه زنه تو وای این نیست هر چه هر که نکته مهم توی این فصل باشه توی این سوالی ای که انتخاب کردیم از روی یاپراک هستش به هم خاطر رو همینا تمرکز کنید خب همین سوال بعد نگاه کنید این سوال نکته ساده داره که بهتون گفتم اما اگه دقت نکنید میتونه اذیتتون بکنه به همین خاطر چطوری سوالا را حل می‌کنی مرحله به مرحله حل می‌کنی اول یک منهای 3 4 رو حل می‌کنی یک منهای 3 4 میشه یک در 4 3 در میاد یک 4 اینجا پس شد یک 4 حالا دو تقسیم بر یک 4 دارم گفتم اینو چی می‌نویسی می‌نویسی در معکوس کسر داخل مخرج که 4 1 میشه دو میشه 8 این کلش شد 8 4 منهای 8 میشه منفی 4. این صورت راحت به دست اومد. تو مخرج 1 منهای 3/2. اینو را اصلا کم کنیم 1 در 2، دو 2 منهای 3 میشه منفی 1. یعنی اینجا یه ای منفی 1/2 داریم. حالا 3 تقسیم من منفی 1/2 همون 3 ضرب در معکوس این کسر منفی 2 که میشه منفی 6 تا. 5 منهای 6 هم منفی 1 میشه. نسبت منفی 4 به منفی 1 برابر 4. سوال دوم 5 به روی یک به علاوه دو سوم به علاوه 1 به, به روی یک بر روی یک دوم مرحله اولی که واسه حل این سوالو بعد انجام بدیم که باید تشخیص بده کجا شروع کنی الان داخلی ترین کسر من این صورت و این مخرج خب دو سوم به یک دیگه این همون یک به علاوه دو سوم دیگه فرق نداره جا جا بشن یعنی یک در سه سه دو میشه پنج یعنی یه پنج سوم تو صورت داریم تو مخرج چیه یک در دو در دو میشه یک سه اینجا میشه سه دوم حالا اینجا دور در دو نزدیک در نزدیک 5 در دو ده سه در سه نه میشه 5 به روی یک به علاوه ده نه حالا اینجا یک در نه نه داریم به علاوه ده میشه نوزده پس چند در میاد؟ 19 نهم صورت هم, هم که 5 توی مرحله بعدی تقسیم بر 19 نهم شده دیگه گفتم اینو به ضرب تبدیل میکنم اینو معکوسش میکنم میشه 9 19 5 9 تا 45 تا در میاد 45 19 گزینه دیگه سوال سوم باز از داخلی ترین مخرج شروع میکنیم دو منهای یک سوم دو سه تا شش تا منهای یک میشه 5 تا پس چی شد 5 سوم حالا دو به روی پنج سوم ما داریم اینو می نویسیم دو ضبط در این تقسیم تبدیل به ضرب میشه معکوس میشه سه پنجم میشه چی شش پنجم اینجا پس تبدیل به شش پنجم میشه حالا میشه دو بر روی دو منهای شش این دو به روی شش پنجم رو چطوری حساب کنیم؟ دو در پنج ده من شیش میشه 4 پس تبدیل میشه به دو بر روی 4 50 حالا این تقسیمه رو تقسیم بالایی رو تبدیل به ضرب میکنیم. 4 50 رو معکوس میکنیم. میشه 5 4 دو 4 ساده بشه دو به دست میاد جواب 5 دوم میشه سوال 4 باز از داخلی ترین کسر شروع میکنیم. ببین دو به علاوه یک 4 دیگه دو 4 تا 8 تا یک میشه 9 تا شد 9 4 حالا تقسیم بر 4 شده مخرج یک میدیم دو تا تو, تو هم ضرب بشه میشه 9 16 پس شد دو به علاوه 9 16 همه تقسیم بر 4 حالا دوباره 2 دو در 16 32 به علاوه 9 میشه 41 شد 41 16 هم تقسیم بر 4 اینجا مخرج 1 میدیم تو هم دیگه ضرب میکنیم میشه 41 به روی 16 در 4 64 و منفی 1 هم اینجا قرار داره الان میخوایم اینو حساب بکنیم بهش مخرج 1 میدیم توی 64 ضربش میکنیم میشه 41 منهای 64 64 هم. 40 که به 64 منفی 23 که به 64 تقسیم شده جواب گزینه آ سوال 5 رو با هم دیگه بررسی میکنیم 12 به روی 7 منهای 8 بله به روی x به علاوه 3 این دفعه فرقش با قبلی چیه قبلی ها همش معلوم بود اینجا یه x وارد شده شما چیکار میکنی همیشه از بیرون به داخل نزدیک میشی یعنی چی اینجا 12 تقسیم بر یک عددی شده که نمیدونم چیه قبوله یک برابر 4 شده پس علامت سوال من 3 بوده دیگه دوازده به سه میشه برابر چهار پس این تیکه برابر سه میشه یعنی هفت من 8 به روی به سه برابر سه شده حالا هفت من یه عددی که نمیدونم چیه برابر سه شده علامت سوال پس برابر چاره هفت منهای چهار برابر سه میشه پس هشت به ایکس به سه برابر, برابر چار به دست میاد ساده کنم دو میشه دو برابر به سه به دست میاد این در واقع همون دور در دور نزدیک در نزدیک دیگه نه عذر میخوام طرف این وسط اینه شما میتونی مخرج سمت راست تساوی ببری تو صورت سمت چپ مخرج سمت چپ به تساوی میتونی ببری صورت سمت راست من اینجا چیکار کردم جای 4 ایکس به علاوه 3 رو عوض کردم میشه 8 به رو 4 مساوی ایکس به علاوه 3 شده که حالا 2 و 3 رو ساده کنیم x برابر منفی 1 به دست میاد گزینه آ جواب سوال 6 عین قبلی باید حلش کنیم این سوالا مهمه ها نگید این سوال چرا انقدر تکراری تو هر کدومش داریم به تو آموزش میدم که چطوری بتونید محاسباتتون رو دقیق و بدون اشتباه انجام بدید یا اگه اشتباه انجام میدید چطور بتونید اشتباهتون اونجا پیدا بکنید جو سوال ابن اجرو نشید از اول برید به همین خاطر که میگم سوال مهمه خب نگاه کنید الان 32 به عبارت تقسیم شده مقدارش برابر دو شده اون عبارتی که تقسیم شده 16 هستش حالا توی مرحله بعدی این تیکه رو نگاه کنید با دوازده جمع شده مساوی 16 شده پس اینجا برابر 4 هستش ببینید الان دیگه مرحله به مرحله نمی نویسم. یه مرحله باید سعی کنید نرو رو صورت تستی انجام بدید الان این کسر من که آبی دورش کشیدم 4 دیگه حالا 4 تقسیم بر یه مقداری شده همچنان 4 باقی مونده پس اون مقدار 1 یکه. یعنی این داخل این زیر من برابر 1 حالا دیگه خیلی شلوغ نشه 3 منهای 6 بر به علاوه 1. برابر 1 شده الان 3 چه عددی برابر یک میشه اگه دو بشه پس 6 بر x به یک برابر دو شده حالا دقیقا مثل سوال قبلی دو رو میبریم داخل مخرج x به علاوه میبریم سمت دیگه یعنی 6 بر روی دو شده x به یک 6 دوم سه 3 شده x به یک x میشه 3 منه یک که برابر دو به دست میاد سال هفتم دقیقا این یعنی سوال قبلی باش باز برخورد میکنیم ببینید دو به علاوه عددی شده که با 6 برابره پس این عددی که اینجا هست باید برابر چهار باشه پس کل کسری که اونجا قرار داره برابر 4 بوده اینجا پس برابر 4 بوده حالا 20 تقسیم بر یه عددی شده که نمیدونیم چنده برابر 4 شده خب پس این عدد 5 بوده چون 20 تقسیم بر چهاره که برابر 5 میشه حالا 9 من های یه عددی شده که برابر 5 اینجا پس برابر 4 میشه الان بیا 12 بر روی 4 بر 2 بر روی x مساوی 4 شده الان دوازه به چه عددی تقسیم بشه برابر برای چهار میشه به سه اگه تقسیم بشه چهار به دو به روی مساوی سه الان چهار رو ببریم از سه کم کنیم دو X هم میشه سه منوی چهار که منفیه که طرف این وسطه X برابر منفی دو شد سوال هشت خب نگاه کنید. الان میگه این عبارت سمت راستی خودمونو بیاین به عبارت سمت چپی تبدیل کنید که اینجا یادش رفته آبه عضو این باید باشد کار انجام میدیم؟ میدیم مرحله به مرحله باید بری جوری تو مرحله اول این 17 رو میایم به 6 تقسیم میکنیم یعنی کاری که انجام میدیم دو قسمت داره اگه صورت از مخرج بیشتر بود اگه کمتر بود اگه صورت از مخرج بیشتر بود کاری که انجام میدیم تقسیمه 17 به 6 تقسیم کنیم 2 6 تا 12 تا اینم برابر 5 میشه تبدیل میشه به 2 به علاوه 5 قبوله اگه صورت از مخررج کمتر بود کس رو میای مکوسش می کنیم بریم جلوتر اینجا بس به 5 ششم که الان رسیدیم مکوسش می کنیم یعنی 5 تو صورت رو میبریم داخل مخرج اینو مینی وییم یک به 6 665 باز تبدیلش می کنیم به صورت بیشتر از مخرج حالا صورت رو میای تقسیم می دوباره به مخرج 6 تقسیم بر 5 یک 5 تا 5 تا اینجا میشه یکی که اینم تبدیل میشه به. دقت کنید بالا استفاده کردم خارج قسمت رو می نویسیم باقی مانده رو میایم توی صورت می نویسیم کسرمون هم که مخرجش تغییر نمی میشه یک یک به علاوه یک پنجم پس تبدیل به 6 شد شد این اولیش که دو بود قبوله این دو رو نوشتم به علاوه یک برویچ نوشتم یک به روی 6 پنجم نوشتم که این 6 پنجم رو گفتم هستی که به علاوه یک پنجم پس اینو اینجا می نویسم یک به علاوه یک پنجم این برابر آ به علاوه یک به که یک به علاوه یک بیومه که اینجا آ با دو برابر بی با 5 برابر دو به علاوه 5 میشه هفته پس گفتیم دو مرحله داره یا صورت اگر مخرج بیشتره که تقسیم می کنیم به صورت تفکیک شده می نویسیم یعنی قسمتی که سعیه رو میاریم بیرون قسمتی که کسریه رو میشه باقی ماندمون یعنی میشه 5 به روی 6 این رو به همین صورت اگر که مخرج حالا از صورت بیشتر بود میایم معکوسش میکنیم یعنی آب رو بی اگه بود میایم می نویسیم یک به روی بیام بعد تبدیل میشه به همونی که حالتی که صورت هم مخرج بیشتره که جواب باز اینجا گزینه ای میشه دقت کنیم سوال نو این همون سوال قبلی این بعد نگاه کنید سه مرحله انجامش بدیم 36 13 همه 36 رو به 13 تقسیم میکنم میشه 2 تا 13 تا 26 اینجا 10 در میاد 2 به علاوه 10 13 هم این مرحله اول شد 2 به علاوه 10 13 هم تو مرحله بعد این مساوی شد دیگه 2 به علاوه الان مخرج از صورت بیشتر شده پس اینو معکوس میکنیم یعنی 10 های توی صورت رو بریم تو مخرج مخرج هم میشه 13 ده هم حالا اینجا 13 رو به 10 تقسیم میکنم چیک داته تا سه چی در میاد خارج قسمت به علاوه باقی مانده به روی همون مخرجمون که دهه یعنی اینو میای می نویسیم دو به علاوه یک به روی یک به علاوه سه دهم ده گفتیم باید سه مرحله انجام بدیم الان این سه دهم ده که کسر منه رو تبدیلش می‌کنم به دو به علاوه یک به روی یک به علاوه یک به روی ده سوم حالا ده آبی تقسیم بر سه کن سه ستا ست میشه نه تا اینجا یک چی در میاد میشه دو به علاوه یک به روی یک به علاوه ی. یک به روی ده سومو چی نوشتم تو خارج قسمتم سه تو باقی هم یک سوم می نویسم میشه سه ی. یک به روی سه به علاوه ی. یک سوم مقادی رو دقت کن این x این y این z اینم تیه چیه اینا به ترتیب دو یک سه سه که جمع همه سه و سه شیش. با یه سه دیگه میشه نه تا جواب گزینه سیه سوال ده ببینید به اینها میگیم کسره نامحدود تا الان با کسرای محدود داشتیم سر کله میزدیم میگفتیم این کسره به یه جای محدود میشه و ازش جلوتر نمیره تو کسرای نامحدود این علامت سواله رو اسمشو رو آ بذار بعد بگرد دنبال اینکه این آ ای رو پیدا کنی این الان سه و 2 رو حذفش بکنی اینم دقیقا برابر آ میمونه چون نامحدوده به چطوری مثال بزنم برات فکر کن دریا داریم یه قاشقش که دو سه رو از این دریای برداشتیم یه دریایی از دو سه داریم یه قاشقش رو برداریم اون اسمش تغییر نمیکنه بازم دریای همچنان به همین خاطر اینجا برابر ها میشه پس معادلمون تبدیل میشه به دو به علاوه آ تقسیم بر سه که اینجا برابر آ شده حالا کل این عبارت رو توی مخرجمون ضرب میکنیم که سه اینجا چی در این سه تو آ ضرب میشه این سه تو آی به علاوه سه ضرب آ سوم ضرب میشه تو دو ضرب میشه میشه 6 به علاوه این س... آ سوم و سه که ضرب میشه هم دیگه رو خونسا میکنن این سمت دیگه هم سه آ باقی میمونه 6 پس تبدیل میشه به معلوم یه طرف مجهول یه طرف آ بره سمت دیگه از ساکن میشه دو آ باقی میمونه اینجا دو آ برابر 6 آ پس 6 دوم یا سه به دست میاد سوال یازدام اینه سوال قبلی باش برخورد میکنیم یه یک و دو رو حذف کنیم اینجا آ دوباره تکرار میشه واسه به هم یه سه و دو رو کنیم یه به اینجا تکرار میشه پس معادل آ من هست یک به علاوه آ دوم حالا کلش رو دوباره تو دو ضرب میکنیم این آ اولی تو دو ضرب بشه دو آه یک بعدی تو دو ضرب شه دوه. این دو این آ تو دو ضرب شه آ میمونه آ رو ببریم یه سم دامنه آ میشه آ برابر دو واسه ب میگم ب به علاوه س به علاوه ب دو اینجوری بگیم ب مساوی س به علاوه ب دوم هستش اینجا پس میتونیم ضرب در دوش کنیم ضرب در دوش کنیم دو به میشه شیشه به علاوه ب دوم که همون ده به دست میاد حالا این ب و دو ب رو ببریم سمت ب باقی میمونه که برابر شیش به دست میاد حالا آیمنهای منهای ب داریم که همون دو منهای شیشه برابر منفی چهار شده جواب گزینه سال دوازدهم اونو باز مساوی آ قرار میدیم یه چهار و پنج هز بشه اینجا برابر آ به دست میاد پس شد چهار به علاوه آ تقسیم بر پنج شده برابر آ طرف این وسط این کنیم این پنجه بره سمت دیگه ضرب بشه 4 به علاوه آ پنج آه این آ بره از پنج آ کم بشه چهار آ میشه یعنی چهار برابر چهار آ میشه آ برابر چهار چهارم یا یک به دست میاد سوال 13 رو با هم دیگه بررسی کنیم کار میکنیم اینجا زبدر در سه رو میبینید. این زبدر سه مزاهمه تو این بالای هیچ زب در سه چون موجود نیستش پس کاری که من اینجا میتونم انجام بدم این قسمت رو میتونم بیام آ بگیرم این تیکه بالایش این دفعه آ میشه یعنی دیگه من این پنج و رو هست کنم این سه مزاهمه این اول این تیکه بالایی رو باید حسابش بکنم اینی که توی صورت موجوده دیگه کاری به بقیه عبارت ها ندارم اینو فکر نکنم اینجا حساب کرده باشیم نه پس اول میام 5 به علاوه 5 به علاوه حالا سه نقطه دو تقسیم بر دو مساوی حتی میتونیم اینم داخلش بگیریم چون اونم داره جزء تکرار یا ما حساب میشه این تیکه رو اینو بیایم آ بگیریم یعنی این تیکه که پلش تقسیم بر 2 میشه رو بیایم به این صورت آ بگیرم. چون تو روش بنو斯坦 کنم این مشکلی داشت. بله این تیکر. اینو الان بیام آ بگیرم یه 250 هست کنم این تیکش میشه آ. قبوله. پس شد 5 ب علاوه آ تقسیم بر 2 برابر آ میشه. طرف وسط اینجا 2 میشه. 5 ب علاوه آ برابر 2 آ آه. اینجا A و 2 رو ساده کنیم. آ باقی میمونه. 5 برابر آ به دست میاد. اینجا این تیکه پس کلا 5 شد. چه شد 5 به علاوه 5 ضرب در 3 5 تا 15 به علاوه 5 میشه 20 به دست میاد جواب گزینه آ سوال 14 باز هم دوباره روش همون روش اینو مساوی آ میگیرم این دفعه این توی مخرجم آ میشه اگه یه 7 و 8 رو حذف کنیم به عبارت اولی هم میرسه پس تبدیل میشه به 7 به علاوه 8 تقسیم بر آ مساوی آ شده اینجا نمیخوام اینو تو آ کنیم چون تبدیل میشه به معادله درجه دو نمیخوام فعلا بریم سراغ معادله درجه دو وقتی رسیدیم به فصل اتحاد صحبت می صحبت میکنیم اینجا چیکار میکنیم به اینجا که رسیدم گزینا رو جاگذاری میکنم این آ ای تو کجا قرار داره تو مخرج هشت قرار داره و پس باید این آ یه ضریبی از هشت بشه تا این برقرار باقی بمونه چون این جوابای این عبارت معمولا یه عدد طبیعه پس من اولین کاری که میکنم 4 و 8 رو میام تست میکنم اگه این تو آ رو 4 بذارم میشه 7 بعد علاوه 8 4 که 2 آیا این مصابی 4 هست نه نیست حالا بیام آ رو 8 بذارم اگه 8 تش بذارم میشه 7 به علاوه 8 هشت هشتم که این مساوی هشت شده 8 هشتم یک 7 به علاوه 8 هشته جفتش برقرار جواب گزینه ایه سوال 15 خب توی مدل سوالا کاری که اینجا انجام میدیم یا کنید یه کسر میاد بهتون میده که با سه تا مخرج متفاوت خیلی بزرگی که به هم ربطی هم نداره یه کسر دیگه هم با همین مخرج ها میاد بهتون میده میگه این کسر دومی علامت سال منو بیا با این اولی حساب کن میگم چیکار میکنم من این علامت سوال رو میام x در نظر میگیرم حالا باید سعی کنیم بین صورت هایی که کسرای یکسانی هستن ارتباط برقرار کنیم اینجا چه ارتباطی برقراره ببین ارتباطی که برقرار میکنیم، من با این به این صورت بشه که بعدش بتونیم کسر رو ساده کنیم من میگم اگه این 2/17 و 5/17 رو با هم جمع بکنم میشه 17/17 پس با جمع کردن این دو تا عبارت کسر 2/17 به علاوه 5 هام من تبدیل به یک میشه 3/12 و 6/12 هم به همین صورت 4/21 و 7/21 به صورت ها رو جمع کنی تو اولی 19 نوز میشه تو بعدی 21 هم. که همش برابر یکه پس میگم اگه A و X رو با هم جمع بکنم سه تا یک سمت دیگه دستم میاد که برابر سه یعنی آ به X برابر سه میشه پس X در میاد سه منهای A جواب گزینه C سوال 16 رو با هم دیگه بررسی میکنیم اینو مثل قبلی دوره اینو A میگیرم حالا این دفعه بیایم ببینیم جمع کنیم باز چه اتفاقی میفته اول جمع رو تست کنید بعضی موقع باید ضربش کنید توی عدد با اون یکی جمعش کنید بعضی موقع باید تقسیمش کنید بستگی داره دیگه به سوال نوش متفاوت میشه اینجا باز اگه جمع کنیم یک سوم و هشت سوم در میاد نه سوم میشه که باز یک عدد سعی بهمون میده پس داریم خوب میریم جلو سه هفتم و سه هفتم هم دیگر رو خنسا میکنن هفت یازده هم و چهار یازده هم, هم میده 11 یازده, یازده هم که این برابر آ به علاوه ایکس میشه نه سوم سه یازده یازده هم, هم یکی یکی به علاوه سه میشه آ به علاوه ایکس آی به علاوه ایکس برابر چهار به دست میاد پس مقدار آ میشه چهار منهای x گزینه بیه جواب. سوال بعدی از تست سیزده هم. این سوال رو بخوایم بررسی کنیم میخواد کسرها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم ببینید برای مقایسه کسرها یا باید صورت رو یکی بکنیم یا باید مخرج رو یکی بکنیم اینجا چه اتفاقی میتونه بیفته اینه که مخرج همه رو تبدیل به دوازده بکنیم کافیه اینو تو چهار ضرب کنیم صورت و مخرج و بشه چهار دوازده هم. هم که دوازده اینم تو سه ضرب میکنیم بشه نه دوازده هم. الان اونی که کسرش بزرگتره صورت بزرگتری داره چون مخرجه که یعنی نه دوازده بعد هفت دوازده بعد چار دوازده این ترتیبشه نه دوازدهم، همون سیه هفت دوازدهم بیه چار دوازده آه سی بیشتر از بی بیشتر از آ جواب گزینه آه سال دوم این هم دقیقا مثل قبلی میتونیم بررسیش بکنیم همه مخرجه رو میتونیم به 18 تبدیل کنیم کافی اولی آخری رو توی 3 ضرب کنیم میشه 5 18 هم 7 18 هم اینو تو 3 ضرب کنیم یعنی 30 رو میشه 12 البته 3 به دردم نمیخوره دیگه میشه 27 تو 2 بعد ضربش کنیم میشه 8 18 هم نه به این ترتیبه الان اینجا آ رو دارم 5 18 هم البته این 5 نیست دیگه این تو 3 ضرب شه 15 18 هم مشکل من اینجا بود پس این 15 18 میاد این قسمت قرار میگیره به این صورت 15 هیچده هم برای آه 8 هیچده هم چون تو دو ضرب شده برای سیه یه دارم 7 هیچده هم داریم که بی باقی میمونه آ بیشتر از سی بیشتر از بی سوال سوم و هم دیگه بررسی کنیم تو این سوال نمیتونیم مخرج مشترک بگیریم نمیتونیم صورت ها رو یکی بکنیم بعد دنبال یه مقدار ثابت بگردیم مقدار ثابت اینجا چه اختلاف بین صورت و مخرجه صورت از مخرج دو تا کوچیک‌تر یعنی دو تا به صورت اضافه کنیم تبدیل به مخرج میشه زمانی که اختلاف بین صورت و مخرج ثابت باشه اگه صورت از مخرج کوچیکتر باشه صورت بزرگتر کسر بزرگتر رو بهم میده اگه صورت از مخرج بیشتر باشه این نفس صورت کوچیک‌تر مخرج بزرگتر رو میده الان تو این سال صورت از مخرج کوچیکتره صورت بزرگتر یعنی اینکه بیشترین صورت رو داره یعنی بعد از اون 27 که مربوط به آ بعدش 25 سی بیشتر از آ بیشتر از بی میشه سوال 4 این قبلی میمونه دیگه ببین مثبت یک مثبت یک مثبت یک صورت بزرگتره اون اکسری بزرگتره که صورت بزرگتری پس داشته باشه چون اختلاف بین صورت و مخرج یکی اول هزار بعد صد بعد ده یعنی سی بیشتر از بی بیشتر از آ بریم سال پنجم هم دیگه بررسی کنیم نیا کنین اولین چیزی که به چشتون باید بخوره اینه که خب اختلافات دوه اما صورت سی از مخرجش کوچیک اما آبی صورتاشون هم مخرج بزرگتره صورت هم مخرج بزرگتر میشد مقدار بیشتر از یک میشد صورت هم مخرج کوچیکتر میشد مقدار کمتر از یک میشد این یکی اینجا قرار بمونه سی از ای یک کوچیکتره آبی از ای ای یک بزرگتره نکته مهم دیگه چون این باید بیاد به ذهنت برسه که وقتی صورت از مخرج کوچیک‌تر میشه یعنی یک کمتره پس سی ذاتن از آبی که یک بیشترن کمتره پس سی کوچکترین عدده تو کدوم گزینه سی کوچکترین عدده تو گزینه ای حالا اگه بخواستیم آبی هم مقایسه کنیم چون صورت از مخرج بزرگتر کسری بزرگتر بود که صورت کوچکتری داشت 33 نسبت به 57 کوچیک‌تره پس بی بیشتر است آ سوال ششم منفی که وارد داستان میشه اول در نظرش نمیگیری فکر میکنی منفی اصلا وجود نداره میای مقایسه رو شروع می‌کنی مخرج‌ها رو می‌تونیم یکی کنیم کافی آ رو تو 3 ضرب کنیم بشه 3 15 و هم تو 3 ضرب کنیم بشه 21 15 بزرگ‌ترین مال چیه بزرگترین برای سیه که 21 بعد برای چاره بعد برای سه یعنی در میاد سی و بی و ا منطقه این منفی بود منفی رو که اثر بده چه تحت نامسوی عوض میشه ا بیشتر از B، بی بیشتر از C. جواب گزینه سی میشه سال بعدی میگه x عضو z منفی z منفی از منفی شروع می شروع میشه شود تا منفی این نشون که x منفیه و x ثابته و x توی صورت قرار داره در مورد صورت ثابت با هم صحبت نکردیم اگه صورت ها ثابت باشن کسری بزرگتره که مخرج کوچکتری داشته باشه فرض می کنیم x مثبت کسری بزرگتره که مخرج کوچکتری داشته باشه کوچکتری مخرج برای آی پس بزرگترینه بعد برای سی که 15 بعد برای بی مونتا این ایکس منفی اینو توی منفی بعد اثر بدیم آکمتر از سی کمتر از بی جواب گزینه بی سوال 8 میگه x 15 هم بین 3 5 ما 5 سومه برای اینکه مقادیری که میتونه بین x باشه رو به دست بیاریم باید مخرجا رو با هم یکی کنیم این اولیه رو تو 3 این بعدی رو تو 5 ضرب میکنم کسرا هم بازنویسی کنم میشه 9 15 x 15 هم 25 15 هم این 15 دیگه واسه اهمیت نداره x بین نه. و 25 یعنی 10 یعنی 11 یعنی دوازده برو جلو تا 24 بذار حتی کار دارم 20 دو رو بنویسیم 23 هم بنویسیم 24 هم بنویسیم از 10 تا 24 رو میخوایم جمع بکنیم ما هم چطوری جمع میکنیم؟ میگیم اول تعدادش رو حساب میکنیم عدد آخر منهای عدد اول تقسیم بر فاصله شون که یکی دیگه نمی نویسم به علاوه یک 24 منهای در 14 به علاوه 15 15 تا عدد دارم ضرب میشه تو جمع عدد اول آخر که 34 تقسیم بر دو به دست میاد این میشه 17 تا حالا باید 15 تو 17 ضرب کنیم 35 حرف یکی اف واسه دهه اینجا سفره 150 میشه 255 گزینه بی سوال نهم اینو به تو دو تا سوال قبلی دیگه نمونه شو حل کردیم x بین 8 و 5 8 مقادیری که واسه x میتونیم قرار بگیم چیا میتونه باشه یک کدوم یکی از گزینه‌های زیر میتونه بین x قرار بگیره خب الان اول مخرج به مخرج میایم بریم جلو و مخرج 8 رو بررسی کنیم. مخرج 8 که بررسی کنیم ببین 5 8 دوما من نمیتونم بین این دوتا قرار بدم چون بعد کمتر از 5 8 بشه این حذف میشه. بعد می‌بینیم سراغ 16 کافیه که مخرج کدومو تبدیل به 16 بکنم؟ تو دو ضرب بکنم میشه 6 16 و x 10 16. الان بینش چی ها میتونه قرار بگیره؟ 7 16ام، 8 16ام، 9 16ام که هیچ کدوم تو گزینه‌ها نیستش. بعد میریم سراغ 24 که باز ضریب 3 این دفعه اینا رو میایم تو 3 ضرب میکنیم که مخرجم درست بشه یعنی تبدیل میشه به 9 24 x و 15 24 چه مقادیری توش قرار میگیره 10 24 11 24 12 13 و 14 24 17 24 نمیتونه قرار بگیره پس مقداری که اینجا داریم 7 12 با مخرج های یکسان باید شروع کنیم چون مخرج های غیر یکسان رو یا غیر هم ضریب اون نگاه کن اینجا 8 و 16 و 24 ضریب 8 محاسبه کردنش کار سختیه قراره که بررسی کنیم آیا 7 12 ام این بین قرار داره یا نه باید یه مخرج مشترکی بین 8 و 12 پیدا کنیم که چیه 24 اینو تو 3 همشو زرد میکنیم بشه 9 24 x و اینو توی 3 ضربش کنیم میشه 15 24 ام حالا این 7 12 ام هم به مخرج 24 تبدیلش کنیم میشه 14 24 که دقیقاً بین 15 و 9 قرار داره سال ده میگه کسر سیو و هفت و پنجم و صورت و مخرجش یه عدد یکسانی میخوایم ازش در بیاریم چی کار یعنی کم کردن که مقدار کسرمون بشه یک چهارم یه مقدار قرار از صورت و مخرج کم کنیم این اسمشو ایکس میذاریم بشه سیو و هفته x ای ایکس هشتاد و x ای که این مقدارش برابر یک چهارم باید بشه طرف مساحت کنیم میشه چارده سی و x ای برابر 85 من X میشه حالا کافیه که 4 تو 37 بیایم ضربش بکنیم 4 در 37 4 تا 28 تا 2 تا رفته 4 تا 12 تا با دو میشه 148 4 تو ایکس ضرب 4 ایکس شده 85 من های ایکس الان 85 از 148 کم بکنم 63 به دست میاد منفی 4 ایکس بره بغل 4 x میشه 4 ایکس من های ایکس که میشه حالا دوباره به 3 ساده کنیم 21 اک برابر X به دست میاد جواب گزینه ای سی سوال بعدی میگه کسرین تانمسیز یاپان یعنی عبارتی رو میخواد که کسر ما رو نامعین کنه. کسر رو چه زمان نامعین میشه؟ مخرج صفر بشه. یعنی 3 منهای x که مخرج 16 بر 3 منهای x برابر صفر بشه که اینو اگه مساوی صفر کنیم یعنی x برابر 3. بعد میایم مخرج بعدی که این عبارت هست تو مساوی صفر قرار میدیم چون مخرج کسر 14 بر 8 منهای 16 بر 3 منهای x کافی 8 منهای 16 بر 3 منهای x رو مساوی صفر بذاریم. پس 8 مساوی 16 بر 3 منهای x بشه. دوباره ساده کنیم اینجا دو میشه سه من اکس برابر دو به دست میاد از اینجا اکس رو میتونیم مقدارش رو یک قرار بدیم جمع یک با سه میشه چهار سوال دوازده یا کنید اگر از بین کسر را دنبال یه عددی بگردیم که همشون با اون عدد قابل قسمت باشه مخرج برامون امیت نداره بعد ست رقم دیگه که باقی میمونه یعنی 4 و 6 و کافی بینشون درست باید کمی بگیریم بگیریم باید به عوامل اول تجزیه بکنیم دو به توان دو دو در سه هشت میشه دو به توان سه همه عوامل رو می نویسیم که دو سه بزرگترین توان دو سه بزرگترین توان سه یکی میشه هشت در سه یا 24 هم از اینجا مستقیم میتونی حساب کنی فکر کن یک چهارم و یک شیشم و یک هشتم داری میخوای مخرج مشترک بگیری کوچکترین مخرج مشترکی ممکن 24 که ستاش میتونم بهش ضرب بشن جواب گزینه دیه پس سوال سیزده. از من خواسته که x و و رو مقایسه بکنم با همدیگه. ببینید این سوال اگه میخواین حل بکنید بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که این معادلا رو دو تا دو تا در نظر بگیرید از هم کم کنید این دو تا رو از هم کم بکنیم ایکس ساده میشه سمت دیگه هم y منهای z باقی میمونه که باید برابر 13 14 ها منهای 14 15 هم بشه حالا کافیه 15 رو تو 13 ضرب کنیم منهای 14 به توان دوش بکنیم که تقسیم بر 14 در 15 شده حالا این 15 در 13 رو ببینید اینجا دو تا راه دارید یا میتونید حساب بکنید چون ما واسمون فقط مثبت و منفیش مهمه کاری به مخرج نداریم میخوام مثبت میشه یا منفی میشه میام میتونم بگم اینو بیا بنویس 14 به علاوه 1 در 14 منهای یک که تبدیل بشه به 14 به توان دو منهای به توان دو منهای 14 به توان دو این دوتا رو با هم دیگه ساده کنیم منفی یک به دست میاد پس ایگرگ منهای z منفیه یعنی کمتر از صفره پس یعنی ایگرگ کمتر از z استش حالا این اولی رو با سومی بیاین از هم دیگه کم بکنیم ایگرگا اسم کم میشه یه ایکس منهای زد باقی میمونه یه دونه سیزده چارده هم منهای پونزه شونزه هم باقی میمونه که اینجا چی در میاد شونزه زب در سیزده منهای پونزه در چارده دیگه اینو نمیتونیم من روش قبلی حساب کنیم دیگه چون باید این حالت برقرار میمونه 14 میان گیره این دوتا عدد بود اینجا کاری که میکنیم ضرب میکنیم میگه 16 تو ضرب کنیم 18 تا بشه سه تا اینجا 4 تا بشه اینجا صد میشه چند میاد 208 میاد اون سمت 15 تا 14 4 5 تا 20 تا 4 1 4 با 6 میشه اینم 15 210 به دست میاد الان اولی 208 دوم 210 پس این عبارت هم منفی هستش یعنی x منهای z کمتر از صفر پس z از x هم بیشتره یعنی z از x و y باید بیشتر باشه بیشترین عدد من z یا گزینه دی میشه پس یا گزینه ای چون بقیه به عددهای خصوصیت رو ندارن پس چی موند؟ حالا دومی و سومی موند که از هم باید کم کنیم کم کنیم زده ساده میشه x-y در میاد 14 15 نای 15 16 و مخرج مشترک بگیریم میشه 14 در 16 نای 15 در 15 تقسیم 15 در 16 اینجا باز نگاه کنید 14 و 16 میانگینش 15 پس بر اساس 15 میتونم بنویسم 15 منای 1 15 به علاوه اینا رو ضرب کنیم تو هم میشه 15 به توان و 1 به توان دو منای 15 در 15 اینا رو ساده کنیم منفی یک صورت در میاد که اینم منفی یعنی x منای 1 منفی باشه یعنی y بیشتر است x z هم بیشتر از y بود Z بیشتر از Y بیشتر از X جواب گزینه دیه سوال 14 X و Y به من داده میگه Y به روی X چند تا مقدار متفاوت میتونه داشته باشه و تام باشه تام سایی یعنی صحیح باشه خب نگاه کنید از کجا شروع بکنیم به X مقدار میدم بر اساس اون میام ذره به Y رو حساب میکنم اینجا بیاین اینطوری بنویسم خب الان اگر X کچکترین عدد بعد دو سه دیگه یک ایگ برو هم قرار سعی باشه یادت نره یعنی یک باید ضریبه X باشه پس میتونه 6 باشه اینجا سه بذارم میتونه 9 باشه اینجا سه بذارم میتونه 12 باشه تقسیم کنیم مقادیرشو 6 سه وم 2 نه سه وم 3 12 سه وم هم 4 تا الان سه تا مقدار متفاوت حساب کردیم عدد بعد ایکس چنده 4 واسه y چه مقادیری میتونیم بذاریم 8 میتونیم بذاریم که 8 4 دو میشه به دردم نمیخوره چون دو رو اینجا داریم دوازده میتونم بذارم که دوازده چهارم سه میشه بازم به دردم نمیخوره پس با چهار به چیزی به دست نمیاریم 5 چی پنج بذاریم اینجا فقط ده میتونیم بذاریم که دو رو داریم هستش 6 باشه اینجا دوازده میتونیم بذاریم که دو 7 باشه اینجا چهارده میتونیم بذاریم که باز دو 8 باشه نزدیکترین عددی که به میتونه باشه و اینا تقسیمشون صحیح باشه 16 16 هشتم برابر دو میشه دقت کنید دو سه و چهار تنها مقادیری هستن که من میتونم مقادیر متفاوت این تقسیممون هستن که میتونیم به دست بیاریم این جواب گزینه بی میشه سوال 15 یه کس رو گفته برابر صفره من چی میدونم من میدونم که صورتش قطعا برابر صفر بوده حالا میگه که x مخالف چیه این یعنی چی نگاه کنید صورت میدونم که صفره مخرج رو میدونم چند نمیتونه باشه مخرج مقداری نمیتونه بشه که برابر صفر یعنی ایگرگ نمیتونه 4 بشه یعنی عبارت رو مساوی صفر قرار میدیم ایگرگ نمیتونه 4 بشه پس بر اساس ایگرگ مساوی 4 بیایم اینو حل کنیم 4x به علاوه 8 به علاوه 12 شده صفر 4x به علاوه 20 صفر 4x منفی 20 دوباره به 4 ساده کنیم در میاد منفی 5 به دست میاد الان مقدار x من منفی 5 به دست اومده قبوله پس x که نمیتونه 4 باشه x نتونه 4 باشه y نتونه 4 باشه x هم نمیتونه منفی 5 بشه جواب گزینه A هستش این هم سوال مهمیه البته همه سوالی که داریم حل می‌کنیم مهم مهمه میبینید که از همه تیپ سوال این تو قرار داره واسه مرور خیلی خوبه پایینی هم به همین صورت میگه x مخالفه، چی نمیتونه باشه میگم اول از همه x منهای سیگرگ نمیتونه صفر باشه پس x و سیگرگ نمیتونن با هم برابر باشن حالا صورت هم میدونیم صفره دیگه x برابر با 2x برابر 15 مساوی صفره کجا میدونیم صفره چون کسر هم مقدارش برابر با صفره پس اگر این عبارت برقرار باشه من x هم نمیتونم اینجا مساوی 3y جاگذاری کنم اینجا x و 3y جاگذاری کنم 5y برابر با 15 صفره 5y میشه منفی 15 y برابر منفی 3 میشه پس y منفی 3 نمیتونه باشه اینجا منفی 3 بذارم x هم منفی 9 نمیتونه باشه جواب گزینه د هستش سوال اول از قسمت آخری که امروز میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که تست 15 میشه مرتبط به عدد اعشاری این دوتا رو بخوایم با هم دیگه جمع بکنیم صفر رو این قسمت اعشار رو میایم زیر هم دیگه مینویسیم به این صورت یکی هم به همین صورت 4 در جمع میکنیم میشه صفر ممیز 22 این که 22 صدمه الان چی شد 22 صدم تقسیم بر یک هزارم داریم تو کوچکترین توان ده ضرب میکنیم تو دو تا عدد به حالت غیر اشاری در بیان تو هزار باید ضرب کنیم بالایی هم پس باید تو هزار ضرب بشه بالای تو صد ضرب بشه کافی هم و چون پایین نیاز به هزار داره تو بزرگترین عددی که صورت و مخرج رو تبدیل به یک عدد سعی بکنه مجبوریم ضرب کنیم اینجا چی در میاد میشه 22 یه صفر کنارش اینم که یک در میاد جواب پس در میاد دیویستو بیستا که میشه گزینه بی سال دوم با هم دیگه بررسی کنیم یک به رو هفته هم. گفتیم تقسیم بر هفته هم بشه کافی معکوسش کنیم و به ضرب تبدیلش کنیم یعنی میشه ده هفتم پس این کسر من میشه ده هفته هم. چون به طور منفی یک رسیده جای صورت و مخرج دوباره عوض میشه تبدیل میشه به هفته هم حالا هفته هم به یک ممیز سه داریم الان کافی که این هفته هم بنویسیم سه که با یک سه جمع شه. برابر دو میشه یعنی همون دو سوال سوم خب نگاه کنید اینو بعد بلد باشید که x به توان دو منهای y به توان دو اتحاد مزدوج یعنی x منهای y در x به علاوه y داریم اینو هم صورت می می نویسیم 24 به چه میشه 24 منهای 16 تقسیم شده به 0 ممیز 18 به علاوه در منهای اینجا 24 با صف ممیز 16 صدام جمع بشه میشه صفر ممیز 14 هم زبدن 24 صدام من 16 صدام اینا رو اصلا دیگه بیایم کم بکنیم به این صورت کم میکنیم 16 صدام این دو تبدیل به یک میشه اینجا میشه 14 14 و 6 8 میشه اینا هم صفر میشه چی در میاد صفر ممیز 8 به دست میاد 0 ممیز 13 و 0 ممیز 12 هم به من 0 ممیز 4 میده باز 0 ممیز 3 میده اوز بخوام اینورم 0 18 دارم منهای های صفر ممیز دوازده هشت و دو, دو شیش میده اینم صفر اینجا هم صفر میشه صفر پس تبدیل شد به بر برو سف سه در صفر ممیز صفر هشت صفر یا که این یه رقم اشار داره اینم یه رقم اشار داره رقم اشار رو هم دیگر ساده میکنن سوم می این دو رقم اشار داره اینم دو رقم اشار داره هم رو ساده میکنن هشت شیشون میمونه 4 سی 32 تا سه 6 تا 18 تا به یه دو ساده کنیم 16 نهم به دست میاد گزینه C جواب سوال 4 دقت کنید صفر ممیز آ دور گردش میشه آ تقسیم بر نه. یادت نره پس اینجا میشه دو تقسیم بر 9 به رو 3 تقسیم بر 9 نه نهم با هم ساده میشه توی دور در دور نزدیک در نزدیک مخرجا با هم یا صورت ها با هم اگه یکی باشن میتونه ساده شه. پس مستقیم از هم اول میتونستیم بنویسیم دو بقیه هم به همین صورت چهار شیش و شیش الان چهار به شیش به دو ساده بشه میشه دو سه اینم به سه ساده شه باز میشه دو سه الان انگار سه تا دو سوم رو با هم داری جمع میکنی مخرج هم سه سه تا دو صورت جمع شه شیش سه سوم دو به دست میاد سوال پنج رو با هم دیگه بررسی کنیم ایکس و ایگرک جزء زد مثبت هستن x هستش 0, 125 صد ام ایگر من اولین کاری که میکنم واسه اینکه این مینیمومو به دست بیارم اینو مینویسم 125 صد به صورت کسری مینویسم ببخشید 1000. 125 و هزار هم به هم دیگه ساده کنی 8 به دست میاد یعنی x در میاد ایگر 8 پس در واقع 8x برابر ایگر این تا اینجا الان به جای اینجا 8 میذاریم 8x میذاریم چند در میاد مینیمومه 8 x به علاوه تا 72 تا 72 x یعنی مینیموم 80 x رو باید حساب بکنیم ما کمترین مقداری که واسه x میتونیم از توی زد مثبت انتخاب کنیم چون از یک شروع میشد که یک 80 در یک هم 80 گزینه سی سوال 6 قبل از اینکه آب رو اینجا جاگذاری کنین این عبارت رو به مخرج مشترک بگیریم یک به علاوه میشه یک منهای A در به تقسیم بر آ توی پایینی هم میشه آب منهای یک تقسیم مرد به و وسط این چی در میاد؟ یک به B ب در یک منهای آب به رو آ در آب منهای یک یادت نره x منهای به رو ایگره منهای x منفی یک این دوتا رو ساده کنیم منفی یک میشه ضربه اینا تو هم... توی منفی میشه منفی بیام یعنی یک منهای بیام رو باید حساب کنیم الان جا گذاری کن B یک ممیز سه. آ صفر مومه صفر سیزده یکم کم شده پایینی چند تا رقم اشار داره؟ سه تا بالایی یک دونه رقم اشار چطوری حساب میکردیم؟ تعداد ارقام بعد اشار خب الان پس باید پایینی رو توی سه تا صفری که یک داره ضرب کنیم تا کل این کس از حالت اشاری در بیاد خب این ستا رو ضرب بکنیم این پایینی سیزده میشه بالایی از این تا صفر یکیش واسه اشارش میره دو تا صفر باقی میمونه یعنی 13 را مینویسم دو تا صفر جلوش میذارم میشه پس یک منهای 1300 تقسیم بر 13 این دو تا رو ساده کنیم 100 باقی میمونه یک منهای 100 هم منفی 99 سوال 7 نمونه شو حل کردیم دیگه گفتیم این 56 صدامو کسری مینویسیم 56 صدام A برابر ب A هم جزء زده مثبته گفتیم چیکار میکنیم اینجا رو تا جایی که میتونیم تقسیم میکنیم اینو به 4 ساده بکنم چند در میاد به چهار ساده کنم چهارده در میاد اینو به چهار ساده کنم 25 بیشتر از این ساده نمیشه یعنی چهارده 25 م آ میخوام یه عدد صحیح بده کوچکترین مقدار آبنه که این کس رو از بین ببره خود 25 جواب گزینه ای سیه اگه بی رو میخواست این 25 ساده میشدن بی برابر 14 میشد که اینا مینیمم بی 25 ام مینیمم اینو یادتون نره سوال بعدی واسه حل این سوال بعد اتحاد مربع کامل بلد باشید آ دو به علاوه دو آب به علاوه ب دو باید بدونی میشه آ به علاوه ب به توان دو در غیر صورت اینا رو تک تک میری حساب میکنی خیلی وقت تو میگیره هر وقتی دیدی داری دستی حساب میکنی بدون یه جایی داره اشتباه میکنی اینجا چه اتفاق میفته اینجا 700 ما دارم اینجا 14 صدم هم یه ذریبی از 700 دیگه دو تا 700 قبوله من اینه چطوری می میگم 43 صدم به توان دو به علاوه دو برابر ضرب 43 صدم تو هفت صدم و علاوه هفت صدم به توان دو برابر میشه با این همون آیا به علاوه ب به توان دو اینجا آ چلوسه صدمه به هفت صدمه جمع این دوتا یعنی چلوسه سه صدم به علاوه هفت صدم به توان دو جواب که این دوتا رو با هم جمع کنیم صفر ممیز نیم به توان دو میشه اینا رو جمع کنم این بقل براتون یه نمونه ببینید بد نیست اینجا الان هفت و سه صفر میشه یه دو بر یک اینجا پنج میشه اینجا صفر توی بعد اشار این صفر بعد هیچ معنی نداره میتونیم حذف کنیم من بخاطر صفر و نیم نوشتیم به توان دو برسونیم چطوری ضربش بود صفر نیم در صفر نیم میخوایم ضرب کنیم اول اعشار رو در نظر نمیگیریم پنج تو پنج رو ضرب میکنیم میشه بیست پنج اینجا یه اشار داره اینم یه اشار داره پس دو تا اشار در مجموع بدیم که دو تا اشار بدیم میشه بیست پنج سوال نو با هم دیگه بررسی کنیم الان دو صدام به توان سه رو میخوایم حساب بکنیم اینا رو میخوایم ضرب کنیم اولین کاری که انجام میدیم آه شما فکر کن فقط دو رو داری تو هم ضرب میکنی میشه هشت هر کدوم یه اشار داره در مجموع سه تا اشار داره پس به این بس سه تا اشار بدیم یکی خودش دیگه دو تا قبلش شون عدد میذاریم میشه صف و مایز هشت صدام که حالا توی دو اگه ضرب بشه میشه صف و مایز صف صدام حالا چهار دهم ده رو میخوایم ضرب کنیم اینا رو همه رو تو هم ضرب بکنیم میشه 64 با سه تا اشار باید بدیم اینجا یک دو عدد نیست سف میذاریم میشه صف حالا این دوتا رو باید با هم جمع کنیم 4 و 6 سفره 1 بذاریم یک و یک و شیش هم 8 سفر سفره این سفر بعد که به دردمون نمیخوره 8 سوال ده با هم نگه بررسی میکنیم یه دو نهم داریم یک ممیز دو داریم دو نیم داریم نگاه کنید اگه A ممیز بی دور گردش داشتیم چطوری حساب میکردیم کلا در حالت کلی حتی بذار یکم حالت کلی تر بنویسم A B C D دور گردش اول کلش رو مینویسیم A B C دی بعد بعد اشار هر چی بود رو حذف میکنیم A B باقی میمونه بعد تو مخرج به بعد اشار کار داریم. تو بعد اشار به تعداد اونایی که غیر دور گردش داره میام صفر قرار میدیم یه دونه است به اونایی که دور گردش داره میایم نه قرار میدیم یعنی پس 90 میذاریم حالا با این مسافری الان حساب بکنیم ولی یک ممیز دو دوره گردش چی میشه؟ دوازده منهای اشار رو کنیم یک تقسیم بر به تعداد دوره گردش که یه دونه از نه میذاریم چند در میاد؟ دوازده منه. یازده, منه یازده میشه یازده نه هم. اینجا پس یازده نه همه حالا دونیم نیم رو بخواییم حساب کنیم کلش رو مینویسیم بعد اشار رو از که دو میشه تقسیم بر به اندازه تعداد دوره گردش نه میذاریم میشه 23 نه نهمه. نه حالا بازنویسی کنیم دو نهم نه من های یازده نهم به علاوه 23 نهم نه تقسیم بر دو نهم نه این تقسیم رو تبدیل به ضرب میکنیم معکوس میکنیم بعدش بشه نه دوم اینا رو ساده میکنیم با این دوتا رو از هم دیگه کم بکنیم دو نهم نه من های نه میشه من های که منفی یکه میشه منفی یک به علاوه دوم یعنی در میاد. 23 دوم من یک در دوم که میشه 21 دوم یعنی گزینه سوال 11 نمونه رو حل کرده بودیم با هم دیگه اختلاف بین صورت و مخرج یه دونه است و اینجا صورت از مخرج بزرگتره پس اون کسری بزرگتره که صورت کوچیکتری داشته باشه 11 از همه صورتش کوچیکتره پس از همه بزرگتره بعد صدایی که بعدم 30 گزینه دیه جواب پس سوال 12 مسئله سوال 12 بیاین طرف این وسط این کنیم یعنی بگیم صف ممیز 33 تو صف ممیز 21 باید برابر X در صف ممیز 11 بشه خب این صف ممیز 11 و صف ممیز 33 رو هم میتونیم ببینیم یه طرف صف ممیز 33 تقسیم بر صف ممیز 11 تو صف ممیز 21 این برابر X شده حالا نگاه کنید اینجا دو تا رقم اشار داره اینجا هم دو تا رقم اشار داره رقم اشار رو مستقیم دیگه هم دیگه رو اگه دیگه تعداد رقم های یکی بود شما این دو تا رو اشاراش رو حذف کن بره کلا 33 11 میمونه که سه شده حالا 3 تو 21 باید ضرب کنیم میشه 63 اون تو اینجا دو رقم اشار داره 1 دو یه دونه دیگه میشه 63 100 سوال 13 میگه اگه یه عددو تقسیم بر یک ممیز 25 بکنیم مثل اینه که اون عدد رو تو چند داریم زرد میکنیم اول یک ممیز 25 صدام و, و بیا بنویس 125 صدام اعشارش رو بنداز دو تا رقم داره پس می انگا تقسیم بر 100 شده حالا به 25 صورت و مخرج رو ساده کنی صورت 5 میشه مخرج 4 این در واقع همون x تقسیم بر 5 4 یا میمدی میگفتیم x ضرب در معکوس کسرمه که 4 5 پس به اینکه تقسیم بر 1 و 25 کنیم میتونیم تو 4 5 ضربش کنیم و در نهایت سوال آخر میگه x یه عدد صحیح اعشاریه میخوایم با یک چهارم جمعش بکنیم تا این تبت، کل این عدد تبدیل به عدد صحیح بشه اول یکو رو باید تقسیم بر چهل بکنیم قسمت قابل قسمت نه صفر میذاریم یه صفر اینجا اضافه میکنیم اعشاری میشه باز قابل قسمت نه یه صفر اینجا میذاریم اینجا به صفر اضافه میکنیم اینجا دو میشه دو چهل تا تا میشه 80 که بشه اینجا 20 به دست میاد باز قابل قسمته نه میتونیم یه صفر اضافه کنیم 5 میذاریم اینجا 200 میشه و صفر میشه پس یک چهلم صفر, صفر و صفر 25 که من میخوام با یه عدد x جمع بشه که با بعد اشارش تازه کار دارم چون x قرار کچکتری بعد اشارش برام مهمه باید با یه عددی جمع بشه که این عبارت من تبدیل به یک بشه پس برای اینکه این عبارت x به دست بیارم 2500 صد من یک بعد کم بکنم یک منهای 25 هزارم اینجا یک رو بدیم ده میشه نه تاشو میدم نهتاشو میدم که به این آخریه ده برسته ده منعی پنجه پنج. نه منعی دو هفته سفر منعی نوه. نه میشه ۹۷۵ هزارم جواب گذینه آب دستمه خب دوستای عزیز قسمت اول تموم شد من باز این تکالیفی که از روی گالاتا براتون در نظر گرفتم و اینجا بساتون میذارم به نظرم اگه سوالا رو حل کنید یک دور همه نکات مهم رو تمرین خواهید کرد سعی کنید حتما رفع اشکال بکنید نکته بعدی یه کتاب دیگه هم اینجا به تو معرفی کرده بودم این کتاب کتاب بسیار خوبیه که سوالای مهم فصل متفاوت و آوری کرده الان تقریبا یه ساعت شد دیگه حالا نمیتونم از این سوال حل کنم ولی اگر فصل دیگه مثلا بود که از یه ساعت کمتر شد حتما این سوال هم حل میکنم اما کسایی که حالا گالاتا رو قبلا حل کردن به نظرم باز همین ترمینال رو دوباره حل کنن اما بخواد ترمینال اضافی حل بکنن میتونن از این استفاده بکنن اگه نیاز به رفع اشکال داشته باشید میتونید حالا از پکیج های رفع اشکال مجموعه ما استفاده بکنید امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید تا قسمت بعدی حتما همه این مباعث رو تمرین کنید سعی میکنم تا دو تا سه روز دیگه ماکسیموم فصل بعدی رو هم حتما آپلود کنم